اشای دل من سلام، بسیار خوش اومدیم به ویدیوی خفن امروز من. تو این ویدیو رفقا یکی از بهترین گالن پلیر های لوکال رو آوردم واسه تو، اون آقا مانی عزیزم که بسیار بچه حرفه‌ای تو ترکیب گالم، بهترین رنکش بچه 64 گلو بالتور بوده، یعنی این موته تاپ 100 رو داره بچه رو اکانت های دیگهش و خودش هم 18 سالشه، بسیار بچه پسر گل و با ادب و متینیه. امروز اومدیم بهش ریاکت بریم، گلوبال تور از وین 20 بهتون نشون بدم. بله، از روی وین 20 یه ریاکت بهش بزنیم. ورژن گالمش هم بچه گالم با تیر و زپه، بهتون نشون بدم. ترکیب زد زیاد داره بچه این ورژن از گالم، وین گرفتن باش آسون نیست. بریم بچه بهش فرندی بتل بدیم، استارت بزنه واسمون بتلاشو، استفاده بکنیم بچه ازش. بسیار بچه سطح پلیر بالاست. از بین 20 گلوبال تور و بچه من، خب الان بهتره، مثل که ترکیبش رو عوض کرده بچه من نمیدونستم. گالم مثل که پلی نمیده، خب ترکیب خاصی مثل که چیده، ببینیم با چه ترکیبی پلی میده. من فهم میکردم گالم میزن، آخه این ویژن گالم توکسی 3 برابرم بسیار جواب، فهم میکنم گراویار باشه دکیش. ترکیب برای ایجاینت با پویزن، فهم میکنم چون گراویارد زیاد شده همه پویزن میارن، چون هم گالم اکسیری و گراویارد زیاده همه پویزن میارن، یه گراویارد خیلی خوب که حریف باشه اکسیری خیلی زیادی مجبور شد خرج بکنه و خیلی آسون الکترو جاینت بچه رو دفاع کرد. اون فیشرمنه بچه ها با اسکلتون جاینت خیلی حریف رو داره اذیت میکنه. اون زپیز بچه ها میگم ترکیبش مثل که خیلی جواب بچه برای این مود. خب این بچه این الکتروجنگ با فیشرمن میشه دفاع کرد اگر این تورنیدو نزنه. خب این زرپیز هم داره سر اینجا با دسکرتون کینگ. بله سه میشه بچه هایی. یه ابیلیتی خیلی خوب برای دفاع فونیکس هم زد بچه ها. خیلی داره عالی بازی میکنه با ترکیب غیر تخصصیش واقعا بچه ها. بی نظیر داره پلی میده. ترکیبش هم بیلدینگ نداره، به جای بیلدینگ بچه اومده فیشرمن گذاشته. خیلی بچه ها این نکته مهمیه، مثل که با فیشرمن میشه بهتر نتیجه گرفت. خب دفاع انجام میشه بچه ها. یک دقیقه مونده میتونه دفاع بکنه. کینگ تاور حریف هم 1000 تا مونده، بین حمله حریفی حمله بکنه. بله حریف فقط بود اونجا پویزن بزنه، جور دیگه نمیشه دفاع کرد. پویزن هم که نداشت و جی جی بچه. خیلی بچه مسلط و حرفه‌ای وین اول رو گرفت. بچه که دومره ترکیب هم میگشتم، مثل که این ترکیب خیلی جوابه، پیشنهاد میکنم بهتون، خودتون داره میبینیم بچه ها. من فهم میکردم با گالم و تیر و زخ میزنه، ولی خب مثل که این ترکیب نیست. خب این حریف بکا داره، پویزن رو بچه همه میارم به خاطر گالم اکسیری، دو جا که من حالا احتمال میدم به خاطر گالم اکسیری و گراویار بشه. این فیشرمن برای رم روی دیر باید بود یا زپیز که تازه انداخته او دارم دمیج نزنه. بله خیلی خوب بچه دفاع کرد. یه پویزن اینجا بندازه، نبایی تیر بچه دفاع کرد، عالی بشه. صدا رو بچه کمی کمتر بکنیم چون اکسی 3 برابره صدا نباید خیلی زیاد بشه. ترکیب ریف بچه هم فایربال داره هم پویزن، مادر بیچ هم داره. یک لحظه بچه اون دک مقابل غفلت کنه آدم، اون پکاش خیلی خطرناکی بچه. سمت چپ این
کارکنانس هم داره اذیت میکنه، ولی خیلی خوب جمع کرد. حریف بچه واقعا داره خوب بازی میکنه، ترکیبش هم پکا داره دیگه، پکا بچه اسکلتون جوینتر رو خیلی آسون میزنه. یه گراویارد، بله حریف بچه ها زده خودش، هم پویزن داره و هم مادر بیچ، خیلی آسون دفاع رو انجام میده. سمت چپ بچه ها اذیت میشه، بله تابر چپ، تابر راست میره بچه ها. فکر نمی کردم پکا انقدر جواب باشه، چون اون تحکیم مقابل الکترو جوینت هم میزنه بچه ها. گراویارد هم که اصلا رحم نمی کنه، چون هم مادر بیچ داره و هم پویزن. مادر بیشه بچه خیلی اذیت میکنه و همچنین پویزن. دفاعش خیلی قوی بچه ده که مقابل هم اسپیل داره هم پکا. نمیشد کار کرد بچه خودش. خودش بچه نمیشد کار کرد. دیدین دیگه خودتون دیگه، هم مادر بیچ و هم پویزن ظلمه، ولی خب جواب دیگه، چون اکثرا همونطور که مانی خودش اومده گراویارد میارن بچه ها، برای همین طرف هم زرنگ بوده. خب ترکیب حریف سایکله، بله مثل که سایکل چیده، من اولین بار سایکل میبینم تو همچین مودی. ماینر سایکل شده، کار سختی بچه و اکسیس 3 برابر ماینر سایکل، چون که خب بیشه من یک سانه دیر تر مینداخ خیلی بهتر مایتی ماینر رو میکشید، اجازه نمیداد اسکلتون جاینتش بمیره. ماینر سایکل بچه توی این مود کار سختیه. تحکیبای سایکل توی اکسیس چند برابر بچه ها اذیت میشن، چون یه سوتی بده شما کار تموم بده که میدونیم بچه ها. دمیج خوب بزاد، 700 دمیج با یه حمله بد نیست، ولی خب ماینر هم دمیجشو میزنه. یه فیشر من فهم میکنم از وسط بیاد، نه رفت برای حمله. پویزن داره حریف بچه، پویزن گراویارد رو اذیت میکنه، تنها اسپلی که کلا دو تا کارت بچه گراویارد رو اذیت میکنن، یه پویزن یه ماده بیشه، یه تیر باید اینجا زده بشه. بله ریسک نکرد بچه، فیشه من انداخت ولی نیازی هم نم. پویزن داره بچه، چون سایکل و پویزن داره اذیت میکنم، میبینیم نمیتونه جور از پویزن شلو بیافتی. حریف بچه ببینیم باهوش پویزنش رو زد، سریع باید با اسکلتون کینگ و گراویارد حمله بکنه. اجازه نداد بچه ها، مایتی ماینری که داره خیلی اذیت میکنه. از روی پول مایتی ماینر بچه حکم اینفرنو تاور رو داره، زد بیزم که پویزن میزنه روش. اینجا گراویارد دمیج خیلی خوبی رو زد، بتونه بچه ها بازی رو یک یک بکنه به نفشه، چون گراویارد بچه ها خیلی به نفشه یه تاور بگیره. اینجا گراویارد بیاد، مرسی. سمت راستی ارو، چون به اون تاور نیاز داریم. اون گراویارد فهم میکنم باشه دمیج رو وارد بکنه. یه گراویارد دیگه باید بندازه، کاش تیر نمیزد، کاش تیر نمیزد. یه پویزه بچه تیری نباید میزد، باید به گراویارد حمله میکردی. خب تایم کم بود، نمیشد واقعا. ترکیب برای فشا پویزن داشت، همه پویزن میارن. ما هوک سایکل هم اگر بخوام باش بزنیم باید پویزن بیاریم.
لووین 21 باید باشه با 3 باخت اگر اشتباه نکنم. اسپارکی بچه ها، این دکی که داره اسپارکی رو میتونه بزنه. البته بستگی داره، الان دیگه همه دست سازن اسپارکی عادی نیست. گیرابیو در سمت راست، بله. حریف پویزن نداشته باشه کارش خیلی سخته. بله پویزن هم نداره، ولی با جوینت کوبرین تقریبا خوب دفاع رو انجام داد. خیلی خوب بچه این تیری که داره خیلی کمک میکنه. اینجا ممکنه دفاع کمی سخت باشه، یه پویزن باید بزنه روی اسپارکی. باید پویزن رو بزنه، اینجا باید بزنه. بدون پویزن بچه کار سخته. اسپارکی به تابر دمیج میزنه. گفتم بچه پویزن باید زده میشد. پویزن میزد که نمی کنم انقدر دمیج میخواد. خب مینی پک اومده جلوی گابلین جاینت، این به نفعشه. تابر میره بچه. خیلی بچه حریف داره خوب بازی میکنه. با اسپارکی بچه توی مود بتل زدن کار آسون نیست. حریف بچه واقعا داره خوب بازی میکنه. امتحان بکنین، من تجربه میگه با اسپارکی خیلی سخته. از راست احتمالا بره برای گراویارد، بله. میبینیم بچه حریفش باهوش، سری اسپارکی رو انداخت، پیشبینی کرد میخواد چی کار بکنه. شانس داریم بچه ها بتونه تابر سمت چپ رو بزنه، شانس داره به نظرم. اینجا تیر اگر بزنه، تیر که نداره باید پویزه میزنه. خب سری زپیز زپیز از راست باید حمله کنه بچه ها. شانسی نداره. حریف بچه ها خیلی خوب بازی کرد، خیلی بچه حریف شرفی بود واقعا. امتحان بکنین با اسپارکی بچه ها، سه برابر کار آسونه نیست و خوب بازی میکرد. اسپارکی و بچه ها مشغول گراویارد نمیکرد، جوری میداخت که اول کارتای مانی رو بزنه. خیلی مهمه بچه ها، اسپارکی بگیره روی اسکلت های گراویارد، حریف بازی رو میباخت. خیلی مهارت میخواد همچین سبک بازی با اسپارکی. همه پویزن دارن بلا استثناء. اون اسپارکی پویزن نداشت ولی تیرو داشت. فکر میکنم بچه حریفش هم گراویارد باشه. فکر میکنم نه، الکترو جوینته. خب الکترو جوینت اولو که خیلی خوب زده بود، ببینیم اینو چی کار میکنه. حریف پویزنش رو زد، سریع حمله کرد، عالی، بهترین تصمیم رو گرفت. ولی بچون آرچر کارو واسش در آوردن. یه فیشه من خیلی خوب از راست میکنم بره برای اتک. بله فهم میکنم بره برای اتک، ولی حریف این اجازه رو بهش نداد. حریف لایتنینگ داره، پویزن هم داره. آخه بچه من زیاد ندیدم این بطل های مودو، جالبه باسم. اون بمب اسکلتون جوینت میخورده، مرسی. بمب اسکلتون جوینت مانی بچه خورد به تاور،
حریف از قبلت رو جوینت انداخته، قید تابرش رو زد. مانی بره توی دفاع، فهم کنم بتونه دفاع رو انجام بده، چون اون پول هم بکنه مانی پویزن داره، یه پویزن الان باید زده بشه اینجا. یه پویزن اینجا خیلی آسون زده میشه. خب برای سمت چپ الان یه اسکلتون جند یا اسکلتون کینگ، یه فیشه منه خیلی خوب. بله میگم بچه جلوی الکترو جند زیاد ضعف نداره این دک، چون اسکلتون جلو الکترو جوینت ضعف نداره، چون اسکلتون جوینت داره و فیشرمن. سریع فیشرمن اینجا بیاد کار حریف تمومه. بله اگر لایتنینگ بزنه تاورش میره. خیلی خوب بازی کرد و جلو الکترو جوینت واقعا عالی بازی میکنه، مدیریت میکنه بازی رو، کلا بی نظیر بازی کردیم. مثلا بریم گلوبال تور ببینیم وین چندومه. 21 باید 22 باشه بچه، چون فهم میکنم هنوز ریسید نشده، چون یه بطل همون اول وین گرفته بود، اولین بطلش رو وین گرفته بود. یه حمله خیلی عجیب و غریب و ظریف که آسون هم دفاع شد. بهترین موقع برای گراویارد به نظرم یه اسکلتون کینگ یه گراویارد. عریف نباید این کارو میکرد، سخت بتونه دفاع بکنه. بله یه پوزینش ها میبینیم بچه ها، باسو 600 دمیج بخوره، اکسیر زیادی هم خرج کرد. فهم میکنم کارت آخر عریف بچه ها گراویارد باشه یا میتونه فونیکس هم باشه، نماسکیتر. خیلی عجیبه با همچین دکی باشه چجوری اومده بالا، به دکش نمیخوره زیاد جواب باشه. میدونی چی میگم، این پویزن روی الکترو ویزارد میزد خیلی بهتر بود، روی ماسک و الکترو ویزارد. سریع زپیز باید بیاد. بله خود زپیز بچه دفاع رو انجام میده. اینجا فکر کنم یه پویزن باید بزنه مانی، پویزن باید زده بشه اینجا، بدون پویزن کار مشکله. میخواد بدون پویزن دفاع رو انجام بده. خب بله خیلی خوب بچه بدون پویزن دفاع رو انجام داد. وا این سند شب سری باید اینجا فیشر من زپیز، این کانون کارت هاشو تاورو میزنه. بله خب بازی تقریبا مساویه، ببینیم چی کار میکنن. یه گراویارد خوب میتونه دخل تاورو دخل حریفو بیاره، ولی پویزن داره بچه. اون حملهش بچه خیلی عجیبه، فکر میکنم با این شیوه حمله خیلی پلیر رو اذیت کرده. حمله که با مینی پکو و کانون کارت میزنه خیلی جالبه بچه. فکر میکنم سبک بازیش همین باشه، یعنی اکسیر که کم داشته باشه عریف سر این حمله رو انجام میده با این ریج. من بودم سری از سمت راست حمله میکردم چون پویزن نداشت، الان هم موقعیت بدی نیست. بله ولی پویزنش الان اومده بچه. بله خوب داره پیش میره بچه ها، بتونه همینجوری بازی رو پیش ببره، دمیج نخوره میتونه وین بگیره بچه ها. بازی به نظر من الان به نفع مانیه، نسبت و جان تو از سمت راست اگر میندا خیلی بهتر میشد، میرفت برای گراویارد، ولی چپش هم نباید غافل بشه، حمله سنگینی میزنه یهو.
حریف پویزن زده ولی حمله نمی کنه همچنان. سری اسکلتون جوینت باید بیاد، زپیز دفاعش بشه. دفاع دکی که مانی داره خیلی قدرتمنده، میبینی بچه ها امون نمیده به دکی حریف. با پویزن میخوام برم دمش بزنن. خب اینجا یه گراویارد بره کار عریف تمومه بچه، مانی یه گراویارد بره کار عریف تمومه چون پویزنش رو زده. بله خیلی بچه حرفه‌ای از عریف این رو گرفت، با اینکه اونم پتانسیل وین گرفتن داشت، اما تو که میبینین دمیج خیلی بدی هم زد ولی مانی بهتر بازی کرد. دفاعش خیلی قویه، دفاع دیگه که مانی چیده روی وین 23 گفتم بچه روی وین 23 وم. خب حریف رنگ تاپ 220 داره ولی خب مانی هم گفتم بتون اول بازی این موقع تاپ 100 رو زده، خیلی وقت هم نیست، همین چند سیزن پیش بوده که زده. ترکیب حریف چیه بچه ها؟ لاگ بیت، یعنی فکر میکنم لاگ بیت به جای راکت اومده لایتنینگ آورده فکر میکنم. بله خیلی باشه ترکیب خطرناکی اون. چون هم پرنسس رو هم دارت گوبلین خیلی خطرناکه. میبینیم بچه به خاطر همین میگم پرنسس رو ببینین، من بچه به خاطر این میگم. میبینیم ارو بزنه روشون گابلین بریل میندازه. یه اسکلتون جوین باید بیاد از بسط. بله ببینیم بچه به خاطر این میگم الان گابلین بریل دمیجشو میزنه. ترکیب برای بسیار خطرناکم اون اول من متوجه شدم. لاگ بیت پلیر باشه بچه با این دک میتونه رنگ‌های خوبی بزنه این سیزن، چون راسکال زن بچه ها باف شده خیلی کارت مناسبه. خب سمت چپ 700 دمیج زد، این گراویارد این گابلین برای دمیجش رو میزنه. بله خیلی خطرناک شده بچه ها دکش با لایتنینگ. اون دارتولون از عقب بچه هیچ کارش نمیشه کرد، میبینین هیچ اسکولی نمیشه زد روش و همون دفاع رو انجام داد ولی بازم دمیج خیلی خوبی رو زد مانی. مرسی تاورش رو زد بچه، ماشاءالله پسر خیلی عالی. الان کمی به نفع مانی شده چون که خب با اون ترکیب بچه ها شما یک به یک بکنی به نفع شماست، به نفع گراویارد پلیگره چون از عقب کارت میندازه، حریف هم نمیتونه گابلین بریل بندازه. فونیکس رو بچه با لایتنینگ حریفش میزنه، نکته خیلی مهمیه. ببین چقدر اذیت کننده است که لایتنینگ و لاگ میزنه روی فونیکس. بازی بچه خیلی حساسه. حریف لایتنینگ میزنه اینجا مطمئنه. بله خب این گراویارد الان بهترین موقعیته برای گراویارد، بهترین موقعیت گراویارد سمت راست با این تیر رو. اگر تیر رو اگر بهتر میزد خیلی خوب میشد چون پویزنش رو میتونست بزنه روی راسکالز و بهتر میشد. تیرش رو سایکل میکنه، دمیج خوبی رو زد بچه. من باشم سری میرم برای گراویارد. بله سری گراویارد یه تیر باید بزن اینجا، تیر اکسیر نداره تیر داره ولی
اکسیر نداره، تیر میزنه برای حمله. خب فعلا بازی رو جلوه، خیلی بچه حساسه. گابلین برل با خیلی حیف شد بچه، خیلی حیف شد. با لایتنینگ بچه ترکیب مقابل خیلی خطرناکتر شده بود، میبینین اگر راکت داشت انقدر اذیت نمیکرد. باختاش پر شده مانی. فکر میکنم پر شده. فکر میکنم باختاش پر شده اگر اشتباه نکنم. اینجا که زده یه بتل دیگه میتونه بزنه، ولی فکر میکنم تو سهش باشه. فهم میکنم بچه باختاش پر شده، چون بعضی موقع باگ میزنه. بله آف شدنی باختا پر شده. خیلی ممنونم بچه که تا به اینجا کار ویدیو رو دنبال کردین. بد نبود بچه، خیلی خوب بازی کرد، ولی خب ترکیب اصلیش نبود بچه. بسیار با ترکیب اصلی شرفی تره، با این ترکیب هم خوب بازی کرد. دو تا دیگه وین میگرفت بچه، یا حتی یکی دیگه وین میگرفت رنگ میشد. سطح بتل بچه پایین نبود، اگر میبینین باختم داد سطح بتل بالا بود بچه. خیلی ممنونم که تا به اینجا کار ویدیو رو دنبال کردین و امیدوارم لذت برده باشین بچه. من خودم خیلی استفاده کردم، خیلی خوب بازی کرد. در آینده هم حتما از مانی استفاده خواهیم کرد، بسیار پلیر خوبیه و عشق دل مانی بچه. اگر از ویدیو لذت بردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و واسم کامنت بذارین. در پناه پروردگار باشید.